دوستان عزیز، با عرض وقت بخیر در سراسر دنیا به دوستانی که به ما گوش میکنن. امروز داشتم با آقای ساک صحبت میکردم، یک چیزی که من در روز شنبه بهش رسیدم و میخواستم با شما دوستان در میون بذارم که واقعا من خودم خیلی به وجد اومدم، این بودش که دیدم بد نیست که دوستانم از این قسمت از تورای هفته گذشته که ما خوندیم بهره‌مند بشن، و این بودش که امیدوارم بتونم ادای مطلب بکنم و این زیبایی تورایی که واقعا بعض موقع آدم رو به وجد میاره رو با شما در میان بذارم. عرضم به حضورتون که میدونیم که از هفته گذشته در تورا دستور ساختن میشکان به بنی اسرائیل داده شده که میشکان رو بسازن، که قبلا هم من راجع به میشکان قبلا هم توضیح دادم که کلمه میشکان شاید برای خیلی از دوستان غیر یهودی و حتی برای خیلی یهودیان هم ندونن که در فارسی هم ما این کلمات رو داریم، که همطوری که من همیشه تکرار میکنم کلمات عبری که خیلی از نظر روحانیت خیلی حساس هستش و نبایستی اعراب از اون قدرتش استفاده کنن، چرا که عرض کردم که اعراب خیلی چیزها رو از یهودیت کپی کردن و نکم بد باشه، ولی خب متاسفانه در بعضی مواقع چون اینا سابقه بت‌پرستی داشتن این بودش که بزرگان یهود چیزایی که خیلی حساسیت داشته رو اینا رو نذاشتن که به اون طوری که در زبان عبری تلفظ میشه تلفظ کنن، که عرض کردم کلماتی که درش شین داره چون شین از نظر حروف از حروف عبری هستش که از نظر قدرت فلسفی نمیخوام باز کلمه قباله رو بیارم خیلی قوی هستش، از این جهت وقتی به کلماتی که شین مثل شالوم و این داره هستش میرسه این شین تبدیل میشه به سین، که در این رابطه همون کلمه میشکانم که اینجا شین تبدیل میشه به سین که میشه مسکن، که این مسکنی هستش برای شخینا، که شخینا هم باز همون طبق همون فرمول شین تبدیل میشه به سین میشه ساکن شاخن، یعنی اون جلال الهیت است که ساکن میشه در این محل سکونتی که بهش میگیم میشکان، محل سکونت شخینا. حالا سوال اینجا هستش که خداوندی که لایتنایی هستش و خالق هستش و این اصلا از نظر مقایسه کردن با ما این دنیایی که ما درش هستیم اصلا قابل قیاس نیست، چه احتیاجی داره که یک ما براش یه بساب خونه درست کنیم یا بیت المقدسی که عرض کردم بیت المقدس که اعراب هم کپی میکنن همون بیت میشه بیت هم خانه مقداش هم که یعنی قادش یعنی مقدس، حالا چه احتیاج خداوند داره به یک خونه؟ اصلا یک چیزی هستش که شاید به نظر خیلی مسخره بیاتش، ولی که چیزی ما پیغامی که از این دستورات میگیریم یک دیدگاه دیگری رو روی ما باز میکنه، به این صورت که بزرگان یهود میگن که میشکانی که خداوند دستور میده به بنی اسرائیل بسازن این میشکان سمبل دنیایی هستش که ما درش زندگی میکنیم، یعنی ربطش میدن به اون شش روز آفرینشی که خداوند این دنیا رو آفرید، و الان در موقعیتی هستیم که بنی اسرائیل از بردگی مصر نجات پیدا کردن، در یک قسمتی قرار گرفتن در یک قسمت تاریخی قرار گرفتن که این موقعیتی هستش که این قوم بایستی یک ترینینگ بگیرن، یه ترینینگ به فارسی میشه آموزش بگیرن، که آموزشی هستش برای برگشتن با همون عظمت اولی که آدم هاریشون داشتن. ما تمام این مسائلی که در این دنیا داریم انجام میدیم بر این استوار هستش، بر این عقیده استوار هستش، بر این نظریه استوار هستش که به خاطر
عرض کردم که اون خطایی که اولی انجام شده ما بیایم و با یادگیری و درک اون الهیاتی که خداوند این دنیا را آفریده برگردیم به اون مقام آدمیتی که بودیم. حالا در این رابطه خداوند دستور میده که مشکان بسازیم، که در هفته قبل در تورا ساختن مشکان و همچنین ارون کدش رو یاد میده. اون یا ارون کدش همون صندوق عهد که حتما اونایی که فیلمای هالیوودی رو دنبال میکنن حدود سالهای 80 بودش، 80 میلادی بود که استیون اسپیلبرگ فیلمی درست کرد که راجع به همون صندوق عهد عتیق بودش، که این یکی از قسمت‌های فیلم‌های ایندیانا جونز بودش که اگر دوستان می‌خوان اینو فیلم بکنن جالب هستش، که راجع به صندوق عهد عتیق صحبت می‌کنه که این صندوق عهد عتیق یک صندوقی بوده که خاصیت خیلی عجیبی داشته که ما راجبون فعلا نمیخوام صحبت کنیم. و در تورا طرز ساختن مشکان و ارون کدش رو یادآور میشه، که در این رابطه خیلی خب اینو به صورت یک رویداد نگاش میکنن و نگاه میکنن که یک آثار باستانی ساخته شده اینا، ولی همطور که قبلا عرض کردم خداوند با این ساختارهایی که به ما نشون میده در این طبیعتی که ما زندگی میکنیم، نوع اون فانکشنالیتی که این دنیا داره، اون روی که این دنیا داره کار میکنه، خودش به ما نشون میده که چطور انسانها میتونن با خداوند در رابطه باشن و خداوند چطور داره این دنیا رو کنترل میکنه و چطور ما میتونیم در این دنیا با دیدن این تابلوهایی که قبلا هم هفته پیش هم عرض کردم در این جاده زندگی که ما داریم حرکت میکنیم، با دیدن این تابلوها و این علامتهایی که در طبیعت برای ما گذاشته شده بتونیم راه درست پیدا کنیم و از اون مسیر درستی که برای ما در نظر گرفته شده به سلامتی عبور کنیم. حالا اینه که گفتم من این هفته یک چیز دیدم خیلی جالب بود، این بودش که چطور میشه خداوند رو واقعا باش چیز کرد، شریک شد در این دنیا، و چطور میشه که یکی از رازهای موفقیت مثلا برای خانواده ها، اینو قبلا هم عرض کردم صحبتی که الان من دارم میکنم جنبه نصیحت نداره، اول برای خودم دارم میگم که یاد بگیرم که خداوند چطوری داره به ما یاد میده که چطوری در زندگی در آرامش و خوشبختی و پر از براخه و برکت زیاد زندگی بکنیم، که تمام این فرمول ها در تمام این ساختارهای مشکان و ارون کدش به زیبایی هرش تمامتر گذاشته شده، که امروز باید اگه خدا کمک کنه با این ناتوانی صحبتی که دارم بتونم براتون توضیحش بدم. بر اول شروع میکنیم از مشکان، اون خونه یا اون مسکنی که بنی اسرائیل برای خداوند درست کردن، که مشکان که میشه گفت اون سمبل بیت المقدس یا بیت المقدس هستش که بعدا وقتی بنی اسرائیل به اسرائیل رفتن اونجا به صورت چیزی ساختن، ساختمون بیت المقدس رو ساختن، که متاسفانه بیت المقدس اول و دوم خراب شد، که به زودی زود ما شاهد ساختن بیت المقدس سومی هستیم که تا ابد خواهد بود به امید خدا. و این مشکان میشه گفت اون بنای بیت المقدسی هستش که به صورت موبایل چی میشه، یعنی به صورت موقت، یعنی در بیابان 40 سال بیابانگردی با یهودیان با بنی اسرائیل در حرکت بوده. در این مشکان عرض کردم که هفته پیش خداوند میگه هر کسی با نیت قلب خودش 13 تا ماده برم بیاره، که این عرض کردم که این 13 تا ماده برمیگرده به 4 گروه مادهایی که در این دنیا هستش، که عرض کردم شامل باد، خاک، آب، آتش میشه، که این 4 گروه ماده ربط داره به 4 گروه از انسانها، که ما این 4 گروه رو در شب پسخ که مصادف هست با افتتاحیه بیت المقدس و افتتاحیه مشکان، ما اینو در سر سفره سدر بیانش میکنیم که 4 گروه هستن. اون خاخام هستش، اون کسی هستش که
بیدین هستش، اون کسی هستش که سوال آدم ساده ای هستش و نمیتونه سوال بکنه، و شخصیت چهارم کسانی هستن که بی تفاوت هستن، یعنی براشون هیچ فرق نمیکنه. پس میبینیم که در رابطه با اون چهار گروه انسان هایی که در دنیا هستن، چهار المنت هم در دنیا وجود داره که این 13 آیدمی که خداوند به موشه و بنی اسرائیل میگه بیارید که این میشکان رو درست میکنیم، قرار میگیره در این چهار گروه باد، خاک، آب، آتش. و متریالی که اینجا به کار میره خیلی جالب هستش از نظر ارزشی، همطور که انسان ها نسبت به درک و فهمشون مقام های مختلف دارن، میبینیم که متریالی هم که اینجا به کار میره شامل طلا، نقره، مس، سنگ، پش، کتان، ابریشم، روغن و عطریجات میشه که عرض کردم اینا رو بعد هر کلمه به وقت مناسب صحبت بشه. و جالبه خداوند در اینجا در این هفته، در این پاشه هفته پیش، یک چیز خیلی جالب هم میگه که از نظر قانون یهود کاملا ضد فلسفه یهود هستش، که خداوند میفرماد که وقتی که میخوای شما صندوق عهد رو درست کنید، بالای سرپوش صندوق عهد عتیق بیایید و دو تا مجسمه طلایی بذارید که این مجسمه های طلایی هر کدوم یکیش صورت یک دختر بچه هستش و یکیش صورت یک پسر بچه هستش، که اینها هر کدوم از این مجسمه هایی که شکل یک دختر بچه و یک پسر بچه هستش، بالهایی دارند که این تصویرن که من پشت سر گذاشتم به خاطر این در این رابطه هستش، بالهایی دارند که این بالها گسترده هستش، و وقتی که خداوند در این دوتا مجسمه نیروی قرار داده بوده که وقتی قوم از بنی اسرائیل با هم دیگه خوب بودن و با هم دیگه اتحاد داشتن، این دوتا صورت بچه خردسال و دختر پسر خردسال و دختر خردسال صورتشون به طرف هم دیگه بوده و در همدیگه رو میبوسیدن. و جالبه خداوند میگه که در خطورای این هفته میگه که خداوند با موشه از بین این دوتا لبی که این دوتا مجسمه دوتا کودک با هم بوس میکردن، از بین بوسیدن، یعنی اون تماس بوسه این دوتا کودک، خداوند با موشه صحبت میکرد. حالا سوال اینجا هستش چه کار؟ اولا ما در یهودیت اولین چیزی که خداوند قبل از اینکه به این ساختن میشکان برسیم، یکی از دستورای ده فرمان این هستش که ما چکار کنیم؟ بت پرستی و مجسمه سازی و نقاشی اینا نکنیم. چطور بعدش میاد میگه آقا هم چیزی درست کنید؟ یعنی درست بر نمیگیم یک صفحه بعد، نمیگیم چند هفته بعدش، درست هفته بعد از این که خداوند دستور اون ده فرمانو میده، میاد و میگه که شما بیاید دو تا مجسمه به نام کیرویم، کیروف میشه خاف، رش، بت، اینو درست کنید و بذاریدش روی روی صندوق عهد، و وقتی که یهودیا با هم بنی اسرائیل با هم خوب هستن، اینا به طرف هم هستن، ولی وقتی که در جامعه نفاق باشه و ناراحتی باشه، اینا پشتشون به هم میکنن، و اون نشانه هستش که خداوند از بنی اسرائیل و از جامعه رضایت نداره. و جالبه من داشتم کشیده که من این هفته نظرم جلب کرد، کلمه کیروف بودش، خاف، رش، بت، که کیروف همیشه اسم مجسمایی هستش که اون کودکای خردسالی که بالای چیز قرار میگیره. وقتی خداوند میفرماد که وقتی بنی اسرائیل با هم خوب هستن، این کیروف ها صورتشون در طرف همدیگه هست و همدیگه رو میبوسن، الان ما بیایم که به جای مجسمه به خود اصلا کلمه کیروف رو نگاه کنیم. آقا عیسی اگه ممکنه این تصویر رو بذاری روی صفحه که من اینو به دوستان نشون بدم، که
اگه دوستان توجه کنه، این چیزی هستش که من اومدم خودم با چیز خودم سلیقه خودم دیزاینش کردم که دوستان بتونن ببیننش. اگه نگاه کنید کلمه کیروف میشه خاف رش بت. وقتی که دو تا کیروف به طرف همدیگه هستن، یعنی هر کدوم اول بت همدیگه رو میبینن، بعد رش رو میبینن، بعد خاف رو میبینن، که در این صورت کیروف رو که دو طرف به چه صورت میخوان، به صورت باروخ براخا خونده میشه، بارخ یعنی براخا. یعنی در این خود کلمه هم وقتی به طرف هم هست، این پیغام رو به آدم میده که وقتی دو نفر مثلا یک زن و شوهر در یک خانواده، چون که میشکان به غیر از اون که بیت المقدس هستش، خود بیت المقدس هم یک سمبل، هر یک خونه هم سمبل بیت المقدس هستش. و خداوند در اینجا به ما پیغام میده که در یک خانواده وقتی براخا هستش، بین دو تا دوست وقتی براخا هستش، بین دو تا شریک وقتی براخا هستش، بین یک ملت وقتی براخا هستش، که با همدیگه خوب باشن، صورتشون در صورت هم باشه و اون عشق و عاطفه داشته باشن. و این بوسیدنی که دو تا مجسمه هستش و خداوند از بین اون دو بوسه داره با مشت صحبت میکنه، گویای این کلمه کیروف هستش که وقتی برعکس میشه به طرف هم دیگه میشه باروخ هم براخا. آقای اسلام میتونی ورش دارید. خود کلمات هم وقتی خداوند به مشه میگه این مجسمه رو درست کن، فقط صرف مجسمه نیست، بلکه داره پیغام میده. چرا که تمام در فلسفه یهود ما هر روز قبلش که تفیلا بخونیم یه قانون داریم ما، و در این قانون این هستش که ما باید کوانا داشته باشیم. شما وقتی میخواید غذا بخورید، میخواید براخا بگید، اون برکتی روی غذا بگید، بایستید اون میوه رو دست بگیرید یا اون غذا رو دست بگیرید، نگاش کنید، کوانا داشته باشید و اون براخای مخصوص اون غذا رو که میخواید بخورید با کوانا بیانش کنید. یا وقتی میخواید تفیلا بخونیم، ما باید کوانا داشته باشیم. حتی جالبه، دیروز عرض کردم ما یک شنبه سعادت داریم که با ربی پسرم میریم صبحونه و صحبت میکنیم، اینا میگه یهودیت دین نیستش. مثلا گفت یهودیت لایف استایل هستش، روش زندگی هستش. یعنی یهودیت به ما میگه که کفش پوشیدنت، غذا خوردنت، لباس پوشیدنت، راه رفتنش، عشق بازی کردنت، بازی کردنت، تمام اینها یک استایل خاص داره. یعنی وقتی اونو از اون طریق انجام بدی، اون هستش که یک زندگی پر از ثمر و پر از چیز میگن نتیجه خوب برای عمل داره. پس وقتی که مشکان خداوند میگه برای درست کنید، فقط ساختنه نیستش که میگه برای شما طلا و نقره بیاری، برای که هر کدوم از اینها داره به ما نشونه میده. و همطوری که در پارشای این هفته وقتی میخواد لباس کوهن گادول رو توضیح بده، هر کدوم از قسمت‌های لباس کوهن گادول در رابطه با یک رفتار قوم بنی اسرائیل هستش. پس وقتی تو تورا میاد یک چیزی رو میگه بسازید یا یک عددی رو برای ما میاره وسط، این هستش که این به صرف فقط ساختنی نیستش، ولی در این ساختاره برای ما پیغام داره. برای مثال همین اهرون کدش رو وقتی خداوند دستورش میده به بنی اسرائیل که بسازن، میبینیم تمام اندازه ها اندازه کامل نیستش. مثلا میگه طولش میگه 2.5 اما، خطسی، عرضش خطسی میاره، طولش خطسی، خطسی یعنی نصف، یعنی نمیگه 3 متر در 2 متر و در 1 متر. همش رو تمام اندازه های ساختار اهرون کدش رو به صورت نصف نصفی هست، یعنی 2.5، 1.5، 3.5. چرا اینطوری باید باشه؟ چرا که اگر نگاه کنیم خود کلمه خطسی، به غیر از که نصف هستش، وقتی یه چیزی نصف باشه منتظر یه چیز دیگه هستش که باید کاملش بکنه. و اگر نگاه خود کلمه هست رو کنیم، به غیر از که اندازه چیز، خود تلفظ کلمه خطسی اگر نگاه بکنیم، درست خطسی با خط صدیق و واو هستش، ببخشید یود هستش، ولی وقتی تلفظ میکنیم میبینیم خطسی صدیق دالت هم درش تلفظ میشه. یعنی کسی که بقل با گوش نگاه بکنه خطسی رو خیال میکنه که صدیق نیستش، دالت وسطش هست. اگر ما بیایم خطسی رو، یعنی همون کلمه نصفه رو
با تلفظی که میکنیم بنویسیمش، اینجا میشه ما خط داریم، دالت داریم و یود، که اگر از آخر نگاش بکنیم میشه یخد، یعنی اتحاد. پس میبینیم که خود کلمه خطسی که اینجا بیان میکنه در تلفظش داره به ما یادآوری میکنه که تمام این کارهایی که داره میکنه برای یخد هستش، برای اتحاد هستش، واحد بودن. تمام این مسائلی که در توره مطرح میشه فقط پیغام این هستش که انسان ها در این دنیا در یک صورت میرسن به اون آزادی واقعی برسن، به اون حریتی که هفته پیش توضیح دادم که فلسفه موعد پسخ که ما میگیم موعد خروتخا، یعنی حریت، یعنی آزادی. تمام این مسائل، تمام این اعیاد، شبات، غذا خوردن ها و کاری که ما میکنیم، عرض کردم کاری به بهشت و جهنم نداره، بیشتر روی این هستش که ما در این دنیا با هم اتحاد داشته باشیم، که از همه مهمتر اتحاد در خانواده هستش، که میگم اینا اول من برای خودم دارم میگم، نه مسئله که نصیحت نیستش، و واقعا میگم که یه چیز هستش که همه باید اینو درک بکنن که خود این پیام ها اول قبل از که به جامعه رسیده بشه در خود خانواده ها باید پیاده بشه، که این کیروویمی که میگه در حال بوسیدن هستن نشون دهنده اون اتحاد هستش و اون رضایت خداوند از اون جامعه هستش، به این صورت هستش که حتی وقتی که کوهنگادولی که هفته آینده ما درش در رابطه با نقش کوهنگادول باز درک میکنیم که چه کار میکرده، لباسهاش به چه صورت بوده و هر قسمت از لباس کوهنگادول برای تیکون دادن چه اعمال یهودیا بوده، کوهنگادول میدونیم که در سال فقط روز یوم کیپور برای چند دقیقه میتونست بره تو قدس قدسیم، جایی که این صندوق عهد بوده، جایی که این کیروویم جهتشون اگه خداوند رضایت داشته به طرف هم بوده، اگر نه برعکس، میرفته در اونجا و در اون قسمتی که قدس قدسیم بوده هیچ کسی غیر از کوهنگادول نمیتونسته بره. و جالبه که گمارا یه اشاره جالب میکنه که وقتی یهودیان میان در بیت المقدس جمع میشن، بنی اسرائیل در بیت المقدس جمع میشدن، کوهنگادول میومده و در اون موقعی که این کیروویم به طرف هم دیگه همدیگه رو میبوسیدن، پرده پراختو یا اون پرده که به صورت بوده که اون قسمتی که خیلی محفوظ بوده و کسی نمیتونه وارد بشه رو میزده کنار که جماعت ببینن که اینها در حال بوسیدن هستن و در موقعی هستش که خداوند از جامعه رضایت داره. پس میبینیم که اون شالوم بیت و اون رضایتی که خداوند در اتحاد بین انسانها داره اینقدر مهم هستش که برای این کار میاد چیکار میکنه، دستور میده که اون یکی از دستورهای مهمی که خداوند میگه مجسمه نسازید، بت نسازید، تو فقط برای این مسئله، فقط در تنها جایی که در یهودیت ما میبینیم که ما اجازه داریم، یعنی نه که ما اجازه داریم، موشه اجازه پیدا کرده که بیاد مجسمه درست کنه از یک دختر بچه و پسر بچه طلایی، که اونها در حال وقتی جامعه در شالوم و اتحاد زندگی میکنن به طرف همدیگه دارن همدیگه رو بوس میکنن، فقط در اون موقع هستش که ما میتونیم که خداوند میاد دستورش رو میزنه کنار، خودش رو میزنه تمام اون چیزایی که روشو برای یهودی ها خیلی پافشاری کرده که بود پرست نگاه میزنه کنار و میگه اجازه دارین، برای که چون اینجا مسئله شالوم بیت و برای صلح و دوستی هستش، اجازه دارین که همچی کار انجام بده که مردم بتونن ببینن. پس میبینیم که این ویژوالایز کردن خیلی مهم هستش که در یهودیت تمام چیزایی که ما به صورت داستان در تورا میبینیم، این نیستش که یه اتفاق تاریخی در چند 3300 سال پیش افتاده، نه، برای این هستش که داره به ما کمک میکنه که ما باید بیایم، چون انسان، فرق انسان با حیوانات در این هستش که قدرت تخیل داره و این قدرت تخیل هستش که میتونه اونو یک خالقش بکنه. به خاطر همین چیزی که ما در طی مراسمی که انجام میدیم که اول با خودمون رو آماده کنیم که باید کوانا داشته باشیم، که اون کوانا کلمه‌ای هستش که امروزه خیلی مردم روش دارن تبلیغ میکنن، هم مدیتیشن هستش. پس کوانا مدیتیشن هستش که امروز مد شده، ولی این چندین هزار سال هستش که در فلسفه یهود وجود داشته. پس باید ما مدیتیت بکنیم، کوانا داشته باشیم که چه کار داریم میکنیم، برای چی این کار رو انجام میدیم،
پرپس و دلیل خوردنمون چی هستش، دلیل کار کردن و راه رفت، همه چیزایی که در این دنیا هستش فقط به صرف انجام دادنش نیستش، برای درکش هست. بعد اول درک کنیم که چرا این کارو میکنیم، و اگر این کلمات رو همونطور که عرض کردم حروف به حروف نگاش بکنیم، مثل یک تیکه جواهر یکی یکی کنار هم بذاریم و در کنار هم بذاریم، جواهری ازش به وجود میادش که بی ارزشش واقعا نمیشه روش ارزش گذاشت. کما این که هفته دیگه وقتی راجع به کوهنگادول صحبت میکنیم، راجع به چیزی که مسئله که در یکی از لباسهای اون لوازمی که در لباس کوهنگادول هستش، خوشن هستش، اون سینه بند که 12 تا نگین جواهر روش هستش که در یک قاب طلایی هستش که خداوند از طریق اون با کوهنگادول صحبت میکرده، با ارون کدش صحبت میکرده. پس میبینیم اینها فقط داستان تخیلی نیستش، بلکه هشم داره به ما چه کار میکنه، میخواد از این قدرت تخیلمون استفاده بکنیم و نه فقط گوش کنیم یه چیز تاریخی رو ازش بگذاریم، از ما میخواد که در عمق این مسائل پی ببریم که چرا طلا استفاده میشه، نقره چرا استفاده میشه، چرا وقتی میگیم مس استفاده میکنیم پایین در پایه های بت داشت استفاده میکنیم، طلا در مقام های بالاتر استفاده میشه. پس تمام جایگزینی های این متریال ها در کجا قرار میگیره، ارزش طلا چی هستش، نوع ساختار طلا چی هستش، وقتی میگه لباسش چه قسمتش از پشم باشه، چه قسمتش از کتان باشه و چه قسمتش از ابریشم باشه، خود اینها هر کدوم اینا قیافتن باش لباس درست میکنه. مثلا شما نگاه کنید، جالب، من به خاطر این رفتم یاد گرفتم که کتانو چطوری ازش لباس کتانی درست میکنن که خیلی جالب هستش. ما میدیم سه نوع لباس داریم که البته این روزا به خاطر مسائل پتروشیمی و اینا من از چیزای مواد نفتی هم استفاده شده، ولی در اصل در طبیعت ما از سه طریق میتونیم چیکار کنیم لباس درست کنیم، یکی از پشم هستش، یکی از کتان هستش و یه چیزایی که نفیس هستش از ابریشم هستش، که خود این مواد طرز درست کردنش یک پیغامی داره برای یک انسان هم همینطور. برای مثال قبلا هم اشاره کردم در رابطه با ابریشم که نمیدونم تعلیم چندم هستش که این مسئله رو مرحوم آراب بن داوید مطرحش کردن، راجب ابریشم هستش که خداوند در نمیدونم تعلیم چندم هستش، خداوند میگه تو در زندگیت مثل طلعت دومی باش. میدونین کرم ابریشم، ابریشم وقتی میخواد ساخته بشه، خب یک کرم ابریشم هستش که میاد پیله میبنده و این پیلهه بعد از این مدتی کرم ابریشم درش چی میشه؟ اگر خودشو آزاد نکنه، از اون پیله بیرون نیاتش، پروانه نمیشه. بعد اگه در همون پیله بمونه، ازش کار میکنه، ازش کرم ابریشم، از اون کرم ابریشم در میاد. چرا که پیله وقتی که کرم اونو بازش بکنه بیاتش بیرون، دیگه اون پیله از بین میرتش. پس خداوند میگه که در زندگیت هم مثل کرم ابریشم دومی باش که میاد چیکار میکنه، پیله رو سوراخ میکنه و بال در میاره و پرواز میکنه. نه یا بگیم مثل اون کرم ابریشمی باش که اسیر این دنیا باشی و ازت بیان استفاده کنن و ابریشم درست بکنن، چرا که چیز که پیله کرم ابریشم به نام گولم هستش در مقابل اولام. همونطور قبلا چند بار اینو تکرار کردم، دنیایی که ما درش داریم میگیم اولام که در فارسی هم میگیم اولام، و پیله ابریشم بهش میگیم گولم که به جای عین اولام اینجا گیمل قرار میگیره. یعنی اون پیله هم حالت اون دنیایی داره که ما داری زندگی میکنیم. به ما داره میگه که مثل کرم ابریشمی نباش که خودتو در اون پیله نگه داره که در آن نهایت به نظر چیکار بکنن، از نخ درست کنن، بلکه مثل اون طلعتی باش، اون کرم ابریشمی باش که چیکار میکنه، از اون اسارت پیله خودش نجات پیدا میکنه، در این سوراخ باز میکنه و از اون پیله میادش بیرون و پروانه میشه و بال میزنه. پس میبینیم تمام این چیزایی که در تورا به صورت امثال و به صورت
داستان برای ما یه داستان نیست، بلکه در تمام این حروف داره به ما پیغام میده. این بودش که در پاراشای این هفته این مسئله کیروویم خیلی درس بزرگی به ما داره میده که خداوند در حالتی به انسان ها صحبت میکنه، در حالتی که در یک خانواده میاد و شخیناشو جاری میکنه، که اون عشق و محبت و اتحاد و یگانگی بین اون خانواده باشه، بین اون شرکا باشه، به اون جامعه باشه. وقتی این اتحاد باشه مسلماً ذات شخینه هم هستش. این داستان بازم تکرار کردم در رابطه با داستانی هستش که داوید ملخ، وقتی میدونیم داوید ملخ که حضرت داوودی که ایرانی هم بهش آشنایی دادن و در فرهنگ ایران هم هست، داوید ملخ وقتی میرفته جنگ میکرده زخمی میداده، کشته میداده و از شهر کشوری که اطراف به اسرائیل بوده اونا بت پرست بودن و وقتی میرفتن جنگ میکردن نه زخمی میدادن نه کشته. و داوید سوال میکنه از خداوند، میگه ما در این جامعه که هستیم بچه های 7 سالمون تراش از برستش و همه چی، ولی چطور تو و از خداوند میگه با مایی که داریم رعایت تورا و اینا میکنیم خداوند با ما نیست و ما در جنگمون داریم کشته و زخمی میدیم، ولی اون بت پرستایی که در جوار اسرائیل هستن وقتی میرن جنگ و اینا خداوند باشون است و اینا هیچ گونه کشته و زخمی نمیدن، که خداوند نبوت به داوید میگه. میگه درسته که اینها بت پرست هستن و خدا را قبول ندارن، ولی من باهشون هستم به خاطر اینکه بین خودشون اتحاد و دوستی هستش. یعنی تا این حد فلسفه یهود داره ما رو چیکار میکنه؟ ما داره میگه، میاد مثال میزنه از بت پرست، کسی که اصلا خدا رو قبول نداره. میگه خداوند داره پیغام اینجا میده که برای خداوند برایش فرق نمیکنه که یه نفر بیاد برایش تفیلا بکنه، نه همش برای خود انسان هستش که آدم وقتی یه دعایی میخونه یه تفیلا میکنه برای خداوند نیستش، بلکه برای خود ما هستش. این هستش برای خداوند فرق نمیکنه یه نفر حالا توراش از بر کرده ولی رفتار و عمل کردش مثل من فرق بکنه. این هستش که اون نیت مهم است. به خاطر وقتی میگه خداوند برای میشکان حد بیارید، نمیگه برید اول شرط میذاره، میگه با نیت قلبتون بیارید. میگه خیلی مهم هستش با چه نیتی در اینو میاره. اگه فقط به فرس این هستش که خب این یه تیکه پشم بگیر و یه تیکه چوب بگیر و اینا، نه میگه من احتیاج به این مسئله ندارم، من میخوام چیزی باشه درک بکنی از قلبت، بفهمی برای چی داری انجامش میدی. به خاطر همین همهش توجه برای این هستش که درک بکنیم. وقتی خداوند به موشه میگه منورا رو بساز، موشه میگه من نمیدونم، درک نمیکنم. یعنی منورا ساختنه که یکی از قسمتی هستش که در بیت المقدس بعد انجام میشده، خداوند برای که خوب متوجه بشه موشه میاتش و اونو بهش نشون میده. یعنی این مسئله خیلی مهم هستش که خداوند داره به این طریق به ما داره میگه که من میخوام درک بکنید. وقتی من مثال میزنه میگه موشه من نتون نمیفهمم که برای چی منورا درست کنم، میگه خداوند میگه میارمت و نشونت میدم که چه کار باید بکنی. و وقتی میگه برو طلا بیار و منورا درست کن، موشه میگه من نمیدونم چه کار درست کنم، میگه تو فقط برو بیار اینو بندازش تو آتش، من خودم درش میارم. که این بازم پیغام به ما میده که وقتی که خداوند از ما یه چیزی میخواد، ما باید نسبت به درک خودمون و باور ایمانی که داریم، یعنی شالوده تمام مسائل ایمان هستش. یعنی یک نفر که ایمان نداشته باشه و از قلب خودش نخواد ارتباط به هشم برقرار بکنه، حالا بخواد 1000 بار تفیلا بخونه، 100ها بار بیشتر تعلیم بخونه، نه فایده. درک اصلی اون هستش که اول ایمان داشته باشه. اون ایمانه که داشته باشه از همه مهمتر هستش. قبلا عرض کردن که وقتی که مان می اومد، کلمه مان اون غذایی که از آسمان برای یهودی ها می اومد، اون مانه، اگه کلمه مانه نگاه کنی برش گردون هم امونه ازش در میادش، ایمان. پس تمام این مسائلی که در یهودیت گفته میشه، در تورا گفته میشه، شالوده و بناش بر اون ایمان هستش. وقتی ایمان باشه، خداوندم داره چیکار میکنه؟ همون طریق باها صحبت میکنه. چندین بار تکرار کردم، بهترینش همون که ما دایک در روز داریم میخونه، شیرعملاتی که قبلا هم عرض کردم که در شیرعملاتی که ما در روز 2 بار میخونیم،
این پیغام هر روز داره برای ما خداوند داره میده، میگه من رفتارم نسبت به تو مثل سایه دستت هستش. هشم شمره خواه، یعنی من شمرت هستم، محافظ دستم، ولی رفتارم مثل با تو مثل سایه دستت هستش. همونطوری که دست تو حرکت میده، سایه هم حرکت میکنه، اعمال خود هم باعث میشه که من همونطور نسبت به تو رفتار بکنم. پس میبینیم که تمام این پیغامایی که در این دنیا هستش فقط یه چیز داره میگه، که ایمان انسان داشته باشه، خودشو باور داشته باشه، و از همه مهمتر اون اتحادی هستش که در بین مردم از خداوند از ما توقع داره، که انشالله این اتحاد در سراسر دنیا برقرار بشه و به امید خدا شاهد آبادی به تمامداش سوم باشیم. بازم از دوستان عزیزی که با ما تازه پیوستن تقاضا میکنم کانال یوتیوب شالوم ایران .com رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، که ما بتونیم برنامه رو بیشتر توسعه بدیم، و به امید خدا هفته دیگه، دوشنبه هفته دیگه در خدمتتون هستم با یک برنامه جدید، و امیدوارم که این برنامه امروز مورد قبولتون قرار گرفته باشه. خیلی ممنون هستم، تا هفته دیگه، خدا نگهدار.